برنامه میثاق شهروندی یکی از بزرگترین پروژه‌های انکشافی و بازسازی در کشور است که در دو بخش شهری و روستاها تطبیق می‌گردد. این پروژه از چند بیست علاوه بر 6 ولسوالی در سطح شهر هرات نیز آغاز شده و در ابتدا نزدیک به 40 شورای انکشافی در 15 ناحیه شهر هرات تشکیل شده است. مسئولان اداره شهرداری هرات می‌گویند برای هر شورا بین 60 تا 80 هزار دلار طی یک سال آینده پرداخت می‌گردد که این پول در راستای بازسازی کانال‌ها، آسفالت جاده‌های نوایی و سایر نیازمندی‌های مهم مردم شهر هرات به مصرف می‌رسد. برای تمام نوایی شهر هرات در هر گذر 5 شورای انکشافی ساخته میشه که برای هر شورای انکشافی در هر گذر بین 60 تا 80 هزار دلار به اختیار از ما قرار میگیره که بتونن در حوزه هایی که از پیش تعیین شده هست که در کدام حوزه ها میتونن اونا باز نیازمند حق انتخاب دارن که چی رو انتخاب میکنن و برای تطبیق از اون کار انکشافی و برنامه هایی که در سطح شورای خود دارن عمل میکنن. از سوی هم این مراسم با حضور داشت عبدالباقی پوپل معین شهرداری های اداره مستقل ارگان های محل کشور به منظور توزیع تصدیق‌نامه برای اعضای شورای انکشافی نوایی شهر هرات در ریاست شهرداری این ولایت برگزار شده است. در همین حال سید بهید قتالی شهردار هرات تاکید دارد پروژه هایی که از سوی شوراهای انکشافی نوایی شهر هرات تطبیق می شود مطابق بر ماسترپلان جدید شهر هرات اجرا خواهد شد. نه تنها ماسترپلان بلکه بافت اجتماعی توافق ما با این بر محلات ای است که منطبق با بافت اجتماعی که اونا دارند ابتدا که مثلا اگر اینا در ساحه شهر قدیم هستند معماری شهر قدیم آسیب نرسانند و کمایی که در موازات از او عمل بکنند. بحث ماستر پلان شما میفهمین که در اکثر مانوایی خود پلان تفصیلی قطعا نداریم، یک نایی ما پلان تفصیلی داره ولی این احتیاط جانب احتیاط در نظر گرفتیم. به شدت همکارای ما با ریاست امور شهرسازی سر ماستر پلان کار جریان داره، دوستای از وزارت شهرسازی اینجا آمدن همین فعلا سر ماستر پلان کار میکنن که ما با این مشکل مواجه نشیم. به اساس معلومات ارائه شده حدود 75 میلیون دلار طی یک سال آینده در اختیار شورای انکشافی نوایی شهر هرات به خاطر اجرای پروژه انکشافی و بازسازی قرار میگیرد. هرچند نگرانی و از حیف و مل شدن این پول و چگونگی نظارت از مصرف آن وجود دارد، اما مسئولان در ریاست شهرداری هرات تاکید میکنند که در زمینه اجرای پروژه ها و چگونگی مصرف پول نظارت جدی از سوی نهادهای مختلف صورت خواهد گرفت.